سلام، به صفحه دو خوش آمدید. من فرناز قاضی زاده هستم. وقتی تصاویر شکنجه مهرداد سپهری با دست بسته به یک میله اعتراضات را به دنبال داشت، بخشی از رسانه‌های نزدیک به حکومت گفتند که او معتاد بوده و تصاویر را منتشر کردند که نشان می‌داد اهالی محل از او به پلیس 110 شکایت بردند چون او اموال مردم را تخریب کرده و با آنها درگیر شده. چرا که صحبت درباره اعتیاد فرد می‌تواند خود به خود بخشی از جامعه را از او منزجر و رفتار با او را توجیه کند. مصرف مواد ارزان و در دسترس شرایطی را ایجاد کرده که بر اساس آمار رسمی شمار معتادان در کشور در کمتر از 10 سال حدود 2 برابر شده و بعضی از معتادان می توانند در زمانی که به مواد مخدر احتیاج دارند یا بعد از مصرف آن به شدت خشن باشند. همین بعضی از مردم حتی خانواده های آنها را از آنها به ستوه آورده. برای بسیاری حضور معتادان در محل زندگیشان خود به خود به معنای کم شدن امنیت است. اما آیا همه اینها اینطور رفتار با فرد معتاد را توجیه می‌کند؟ چرا و چطور جامعه می‌تواند خود را برای برخورد صحیح با فرد معتاد آموزش دهد؟ سه میهمان دعوت کرده‌ایم. سعید مدنی، جامعه شناس که در این باره کار کردن، از تهران با ما هستند. دکتر شهرام حسام بختیاری، روانپزشک و مدیر مرکز روانپزشکی و درمان اعتیاد دی همراه ما هستند و همینطور همکارم امیر پیام که مجموعه گزارش‌های درباره اعتیاد در آمریکا و کانادا ساخته بود و در BBC پخش شد و همینطور در این باره در ایران هم کار کرده. خوش آمد میگم به هر سه. آقای دکتر حسام بختیاری، از شما شروع می‌کنم. تصاویری که دیدیم در مورد مهرداد سپهری پخش شد در رسانه‌های مختلف و بسیاری این سوال رو دارن که آقا فرد معتاد تا چه حد واقعا میتونه خشن باشه؟ چه شرایط روحی باعث میشه که او دست به چنین تخریبی بزنه و آیا قابل کنترل هست یا نه؟ با سلام و تشکر از دعوتتون، بستگی داره که ما با چه بیماری و با چه سطحی از آسیب‌های روان‌پزشکی در ارتباط باشیم. هرچه که طول مدت اعتیاد و شدت اثر موادی که مصرف میکنه که بیشتر باشه، مواد روانگردان استفاده شده باشه و آسیب‌های مغزی به میزان زیادی در طول مدت اعتیاد ایجاد شده باشه، خب ممکنه که در یک شرایطی بیمار قدرت تصمیم گیری های درست نداشته باشه و گاهی رفتارهای پرخاشگرانه داشته باشه، یا اینکه فرد نتونه در اون موقعیت یک ارزیابی صحیح موقعیت داشته باشه و بتونه متناسب با اون موقعیت عمل بکنه. معمولا اگر که بیماران تحت تاثیر مواد به خصوص روانگردانی مثل شیشه یا گل، ماریجوانا، کوکائین و یا از این قبیل موادی باشن که اختلالات روانی ایجاد میکنه، معمولا کنترلشون در اون لحظه و تصمیم گیریشون در مقابله با اون شرایط ممکنه که سخت باشه و فرد واکنش هایی داشته باشه، پرخاشگری هایی هم داشته باشه. شما اصرار دارید روی کلمه بیمار و برای من جالب هست چون به نظر میاد که این نکته بسیار کلیدی هست در شیوه برخورد با معتادان. یادمون هست که در یک سالهایی اساساً بیمار محسوب نمی‌شدند و جرم انگاری می‌شد، حتی در اوایل انقلاب برخوردهای سختی با اونها می‌شد، بعدتر به در واقع اونها رو بیمار دونستن، رفتارها کمی در واقع تعدیل شد. آیا الان جامعه واقعا اونها رو بیمار می‌بینه یا مجرم؟ خب الان اون دید اجتماعی در عنوان بیمار تلقی شدن این افراد بیشتر شده. واقع قضیه به نظر من هر دو قضیه همیشه وجود داره، هم نوعی جرم وجود داره هم که فرد بیمار. تهیه مواد مخدر، مصرف مواد مخدر قاعدتاً جرمه، حالا حداقل تو جوامعی که مصرف مواد آزاد اعلام نشده حتما که قسمتی جرمه.
دیدگاه من اون قسمتی که مربوط میشه به تهیه و اقدام به مصرف میتونه هنوز جرم باشه، ولی وقتی که فرد مصرف کننده هست، اون موقع اون علائمی که پیدا میکنه، اون بیماری که پیدا میکنه بیمار هست و ممکنه که در اون لحظه علائم بیماری رو نشون بده، ولی منافاتی با این نداره که اون تهیه و مصرف مواد خودش جرم نباشه. آقای دکتر ببخشید، من اینو قبل از اینکه حالا با دو مهمان دیگه صحبت بکنم به عنوان سوال آخر در این بخش از شما بپرسم، قبل از مصرف فرد ممکن هست خشن بشه یا بعد از مصرف؟ چون به نظر میرسه هر دو موردش رو گزارش کردن. بله، فرق نمی کنه. فرد وقتی تحت تاثیر مواد باشه، هم در اون دوره نشگی و هم در دوره در واقع دیدگاه ما ویدگراوان، یعنی در اون زمانی که خمار هست فرد یا داره ماده از تنش میده بیرون، میتونه که رفتارهاش قابل پیشبینی نباشه، ولی در هر دو صورت فردی که اعتیاد داره در شرایط بیماری هست، منتها این که در اون لحظه بشه تشخیص داد که قبل از این که تست های مصرف مواد انجام بشه ما بتونیم تشخیص بدیم که فردی در خیابان مهاجر آیا معتاد هست یا نه، اون هم از لحاظ قانونی ممکنه مقدور نباشه بله. در اون لحظه تصمیم گرفتن این مقدار به صورت تجربه ممکنه که بعضی از مأمورین بتونن حدس بزنن و تا وقتی که تایید نشده و از فرد تست گرفته نشده، این که به قطع بگیم فرد اعتیاد داره و متناسب با اعتیادش برخورد کنیم هم ممکنه مشکل باشه. دقیقا در مورد آقای سپهری هم واقعا ما 100% مطمئن نیستیم، ادعا شده. آقای مدنی، به هر حال بر اساس آمار رسمی تعداد معتادان زیاد هست، بخش قابل توجهی از اونها از همین مواد روانگردان استفاده میکنن، بخشی از اونها با خانواده و اهالی محل درگیر میشن و مشخص هست که نیروی انتظامی دائما با این جور تماس‌های مشابه مواجه هست که بخواد اینها رو کنترل بکنه. آیا آموزش‌های لازم به پلیس ایران داده میشه برای کنترل افرادی که در چنین شرایطی هستند؟ بله، اجازه مقدمتاً اشاره کنم که بلافاصله بعد از پیروزی انقلاب یک کجی و اعوجاجی توی برخورد با معتادین شکل گرفت که تا امروز هم ادامه داره. در واقع اون موقع تصور این بود که مسئله اصلی جمع‌آوری معتادان از سطح خیابان هاست، بنابراین نیازی به آموزش خاصی نداره و هر به اصطلاح نیرویی که از قدرت برخوردار باشه و پشتیبانی قانونی داشته باشه میتونه با معتادین برخورد کنه، به این معنی که اونها رو از سطح خیابان جمع کنه. تجربه که مرحوم آقای خلخالی شروع کرد و تبعات و آثار بسیار نامطلوبی داشت، بعداً به عنوان یک سیاست کلی که مبتنی بود بر جمع‌آوری معتادان از سطح خیابان ها، به عنوان یک فعالیت نظامی انتظامی همیشه در دستور کار بوده تا امروز. حتی میخوام دایره بحث رو وسیع‌تر کنم و بگم که این برخورد نظامی و انتظامی با معتادان در بعد از بازداشت هم ادامه پیدا کرد، یعنی اصولا اونها در محیطهایی قرار می گرفتن برای اینکه کنترل بشن، مثل تجربه جزیره که الان مثل یک در واقع کابوس یا افسانه میمونه اگر توضیح داده بشه که تو اون جزیره چه اتفاقایی می افتاد و چه برخورد با معتادان می شد. در واقع یک دیدگاه کلی پشت این برخورد وجود داشت و اون که اساساً حالا جدا از اینکه حقوق شهروندی آیا برای همه قائل می شدند یا نمی شدند، ولی در هر حال مسلم فرض می شد که افراد آسیب دیده فاقد کمترین حقوقی هستند و به همین دلیل هم نه تنها معتادان بلکه مثلا کودکان خیابانی، دست فروشان، اینها هم فاقد به اصطلاح کمترین حقوق بودند. از سوی دیگر وظیفه ذاتی نیروی انتظامی بازداشت مجرمین بود و از همین زاویه هم تلاش میکرد برای اینکه توانایی یا مهارتایی به دست بیاره که بتونه بهتر بازداشت بکنه. بنابراین توی این برخورد و بازداشت با مجرم خیلی جنبه های انسانی یا در واقع تخصص های خاصی رو
مورد نیازش نبود، چون اساسا با استراتژی کاهش عرضه بله. نیروی انتظامی عمل میکرد و ولی مداخله آقای میکرد. مدن، این وضعیت الان هم در بسیاری از کمپ ها وجود داره. گزارش میشه از بعضی از این کمپ های ترک اعتیاد که شرایط بسیار دردناک هست برای اینها. جای خواب و خوراک ندارن، جای استحمام ندارن، دستشویی و اندازه کافی ندارن. این شرایطی است که از بعضی از این کمپ ها هنوز هم گزارش میشه. یعنی اون شرایط جزیره که شما میگید خیلی هم انگار برای همه بهتر نشده الان. والا خیلی مفصل میشه، من میخوام کوتاه صحبت کنم، ولی جزیره ای که بهش اشاره شده در واقع یک منطقه تو رفتگی توی خلیج فارس بود که در واقع یک نقطه ای با کمترین امکانات. بله. که گزارش هایی که از اونجا وجود داره اینه که معتادین روی توی سوله های زیر گرمای خیلی شدید و روی به اصطلاح زیلو یا یه فرش خیلی کهنه رها می شدن تا اینکه بمیرن. بله. و تعداد زیادشون هم همونجا فوت کردن. اون چه که الان گزارش هایی که البته از کمپ ها و به طور مشخص کمپ های ماده 16 گزارش میشه، همونطور که گفتید اگرچه کمی وضع بهتره ولی اصولا وضعیت مطلوبی نیست، حتی مطابق قوانین جاری، یعنی مطابق ماده 16 که تقریبا سال 89 هم ابلاغ شد اجرای اون، معتادان به مواد مخدر و روانگردان که به اصطلاح به مراکز مجاز درمان و کاهش آسیب مراجعه نمی‌کردن، متجاهر محسوب می‌شدن اصطلاحاً، با دستور مقام قضایی به مراکزی می‌رفتن تا در اونجا درمان و کاهش آسیب بشن. ولی این مراکز اصولاً توسط نیروی انتظامی اداره میشد و در واقع برخلاف دستورالعملی که وجود داشت هیچ امکانات درمانی یا کمترین امکانات درمانی در اونجا وجود نداشت. و به طور مشخص گزارش های رسمی و مطالعاتی که انجام شده نشون داده شده که اولا افرادی که بازداشت میشدن چون فاقد به اصطلاح بازداشت کنندگان فاقد توانایی و مهارت لازم بودن برای تشخیص، در یک مطالعه گفته شده 12% اینا فقط معتاد متجاهر بودن، 88% خطا بوده توی بازداشت اینها، یعنی افرادی که ظاهر نامطلوبی داشتن به عنوان معتاد بازداشت شدن و به این مراکز می‌رفتن. علاوه بر اونها در حالی که قرار بود اینا موقع ورود قربالگری بشن، یعنی تحت نظر بعد از با معاینه پزشکی بله. تشخیص داده بشه که مشکلی دارند یا ندارند یا اصلا معتاد هستن یا نیستن، اساسا در اغلب این مراکز چنین قربالگری وجود نداشت یا پزشک اصلا وجود نداشت. و بعد مثلا گفته شده بود که پروتکل مراقبت سل باید در مورد اونها اعمال بشه، یعنی در واقع اگر مشکل مبتلا به سل باشند باز شناسایی بشن و جدا بشن. بله. در حالی که همین مطالعه نشون میده که تقریبا نزدیک به 0% اونها در واقع تشخیص سل داده شدن، یعنی حدود 1% مبتلا به سل تشخیص داده شدند و اون هم تازه به در مراکز درمان سل ارجاع داده نشدن. متوسط مساحتی که توی همین مراکز اقامتگاه یا کمپ ها برای هر معتاد وجود داشت 1.3 متر مربع بود، یعنی همینقدر که فقط کنار هم متوجه. جناب مدنی، این توضیحاتی که شما میدید معنیش این هستش که به هر حال به خاطر اینکه این افراد معتاد بودند انگار که این یک در واقع اجازه ای میداد به افرادی که با اینها برخورد میکردن که هر کاری خواستن با اینها بکنن. من اجازه میخوام اینجا همکارم امیر پیام رو وارد بکنم، چون قبلا در ایران در این حوزه کار کرده، بعد هم در آمریکا این مسئله رو دنبال کرده. امیر، آیا این شیوه ای هست که فقط در ایران میبینیم یا در آمریکا هم میبینیم؟ و اصولا در سطح بین الملل چطور با یک معتادی که به هر حال حالا الان میگن 100,000 معتاد متجاهر داریم، متجاهر یعنی کسی که ظاهرش مشخص است در ملأ عام اعتیاد داره و دیده میشه، با اینها چه باید کرد؟ بر اساس قوانین بین الملل چه میکنند با اینها؟ شاید بشه گفت برناز اون چیزی که نقطه مشترک بین ایران، کانادا، امریکا و بقیه نقاط جهان، اون بحثی است که در کارشناسا در رابطه با استیگما
انگ، ننگ یا اون داغی که معتاد به خاطر اعتیادش با خودش داره و اون رو به یک نوعی کمتر میکنه از بقیه افراد به نظر به لحاظ حقوق شهروندی یا به لحاظ هر نوع چیز دیگه ای، این هستش که همچنان در همه جای دنیا وجود داره. بله، در کانادا، در جایی که من اون مستند رو درست کردم، ونکوور، جایی که 40 سال مرکز تزریق هروئین برای معتادانی که دوست دارن بیان اونجا سرنگ سالم بگیرن، یعنی دقیقاً در همون زمان که آقای خردپالی داشت اون برخورد رو توی ایران میکرد، توی ونکوور داشتند سرنگ میدادن به معتادا و ازشون دعوت میکردن بیان در حضور یک پرستار تزریق کنن که اگر خدایی نکرده دچار مثلا مشکل شدن اینا بتونن بهشون رسیدگی کنن. ولی باز تو همون ونکوور در همین الان هم اون بحث داغ و ننگ، اگرچه اعتیاد از حالت جرم خارج شده و به یک بیماری تبدیل شده، اما همچنان غیر اخلاقی محسوب میشه و این غیر اخلاقی بودنه که اون اجازه رو میده به اون مامور انتظامی یا به اون افرادی که اون دور هستن. اونها هم دارن از بالا به اون فرد معتاد مهداد سپهری نگاه میکنن و اونها هم با مداخله نکردنش در اینکه مثلا وقتی مامور نیروی انتظامی نشسته، چهار زانو نشسته بغل کرده خودش، از زیر دستش اون رو میبره و گاز اسپری فلفل به صورتش میزنه، کسی اعتراض نمیکنه، حتی صدای خنده میشنوه. خب دقیقاً اینو میخوام امیر مقایسه برای من بکنیم، چون میگه که من در کانادا و در امریکا هم دیدم و این به نظر برای اونها هم داغ و ننگ هست. بحث من این هستش که اونجا برای آموزش به پلیسی که باید برخورد بکنه با یک فرد معتاد چه آموزش هایی به او داده میشه که بدونه باید چه بکنه؟ مثلا روانشناسی آموزش داده میشه، جامعه شناسی، چه میکنن با افرادی که باید با این معتادا برخورد بکنن؟ این دقیقاً می‌خواستم بگم این دقیقاً همون نقطه مشترک ولی نقطه افتراق از همین آموزش‌ها شروع میشه. حالا ابتدا از خود جامعه که نگاهش رو از نگاه اخلاقی داره تبدیل به یک نگاه علمی و نگاه بیمارگونه می‌کنه و همچنین شهرداری که حالا توی کشور به غیر از ایران شاید بشه گفت مسئولیت اون با شهر پلیس با شهرداری، نه فقط یک مأموری که از طرف حکومت اومده، و این آموزش ها رو از طریق رأی مردم، یعنی خانواده های معتادان مثلا توی ونکوور، خانواده های اونهایی که آسیب دیدن، انجمن هایی تشکیل دادن برای رسیدگی به حقوق، و اینا همه توی این سلسله مراتب تحقیقات علمی که شده رسیده به اونجایی که شما وقتی با رئیس پلیس ونکوور مصاحبه میکنین و صحبت میکنین احساس میکنین که نظرگاهش نسبت به این بیماری بودن یا غیر اخلاقی، غیر بدون قضاوت نگاه کردن به معتاد، حتی از اون کسی که ممکنه که در یک کشور دیگه که هنوز در این اخلاقی نگاه میکنه در مقام یک درمانگر باشه، خیلی عمیق‌تر این رو آموزش داده. رئیس پلیس ونکوور میگفتش که از اون همون دهه 90 که بهش اجازه داده بودن این سرنگ‌های مشترک رو داشته باشه، این نگاهش بد بود، وقتی رد میشد نمیخواست نگاه کنه این مراکز رو، ولی حالا مامور پلیس ونکوور سعی میکنه که فقط به اعتیاد و اون فرد و اون نیازی که داره توجه کنه، نه مسئله قضاوت رو، اخلاق رو ازش جدا کنه. آیا دکتر بختیاری، شما از نزدیک با وضعیت معتادان در ایران کار میکنید، به هر حال این یه مسئله ایه که کشور باش روبرو بوده، دهه هاست که این وضعیت هست، افزایش هم داشته به خاطر مواد روانگردان ارزانی که الان در دسترس قرار گرفته. آیا فکر میکنید شیوه هایی که الان به کار گرفته میشه، میدونیم که ده ها در واقع مرکز ترک اعتیاد خیلی بروز به وجود اومده، ولی خب برای همه قابل دسترس نیست اینها، برای اینکه به هر حال هزینه بر هستن، شما به عنوان یک کارشناس فکر میکنید چه کاری باید انجام بشه در این مرحله؟ چه چیزهایی لازم هست که مردم بدونن؟ یک خانواده ای که یک معتاد داره باید چه بکنه با او و همطور افراد دیگه که اطراف هستن، همسایه ها، دور و بری ها، اونها باید چه بکنن؟ در اون چیزی که صحبت شد به عنوان مراکز درمانی تحت پوشش ماده 16، اینها خب مراکز دولتی هستن، مراکز خصوصی خیلی محدود هستن، مراکز خصوصی چند تا شاید بیشتر نباشن که اونها مرکز به قول بستری و درمان هستن، بقیه که در تحت پوشش بخش خصوصی هست، بقیه مرکز هم کمپ ها هستن که اونا معمولا بیشتر تحت پوشش سازمان بهزیستی هستن. مرکزی که در صورت اعتیاد در اون به صورت بستری و یا نگهداری اقامتی ازش استفاده میشه، خب نیاز داره به یک سری امکانات
که اونها هزینه بر هست. توی بخش خصوصی این هزینه رو کسانی مثل ما تامین میکنن که از اون مراکز رو راه اندازی میکنن و خب با هزینه های موجود برای راه اندازی فضاها در شهری مثل تهران ورم های خیلی بزرگی ممکن لازم باشه. مراکزی که به صورت کمپ هستن چون که امکانات کمتری برای درمان و اقدامات پزشکی دارن ممکنه با اندازشون هزینه های کمتری رو بطلب، ولی کلن در ایران سرانه در واقع بودجه بهداشت و درمان کلن پایین هست. مرکزی که حالا به صورت طبی و پزشکی کار میکنن برای اینکه میتونن این هزینه های خودشون رو از بیمار تامین کنن اوضاع بهتری دارن، ولی مرکز روان پزشکی یا مرکزی که مربوط به درمان اعتیاد هستن برای اینکه بتونن هزینه های خودشون رو تامین کنن و خدمات خوبی به بیمار بدن مجبورن که اون هزینه رو از خانواده بیمار هزینه هزینه بالایی هم هست، درسته، ولی بحث این هستش که اگر یه خانواده نداره این هزینه رو بده و با یک همچین وضعیتی دست به گریبان هست، توصیه شما چیه؟ چه بکنه خانواده؟ در هر صورت خب تنوعی از مراکز درمانی هست، میشه که به درمانهای سرپایی رو بیارن با روانپزشک‌ها در ارتباط باشن و مشاورهای روانشناسی و روان درمانی سرپایی بگیرن و بتونن از این خدماتی که نیاز به هزینه کمتری داره بتونن استفاده کنن. الان اون قسمت هایی که نیاز به درمان های بستری داره بایستی که هزینه های بیمارستانی معمولا تامین بشه. آیا شما به عنوان کسی که با در واقع برای ترک اعتیاد کار میکنید، آیا شده که به خانواده افراد معتاد، به مأمورانی که باید برخورد بکنن با افراد معتاد، به اینها بتونید آموزش بدید، با اینها بتونید جلسه داشته باشید؟ آموزش خب در معمولا ما به پرسنل خودمون آموزش میدیم با مراکزی که بیمار رو منتقل میکنن به مرکز ما آموزش میدیم، مثل مرکز آمبولانس که ممکن نگاهی بیمارها رو به جهت بستری بیارن، اون مامورین اونها رو آموزش میدیم که برخوردشون چگونه باشه، به پرسنل خودمون هم آموزش میدیم، ولی گاهی اوقات شرایطی پیش میاد که ممکنه بیمار واقعا در شرایط طبیعی نباشه به دیگران که ممکنه میخوام ایشون رو منتقل بکنن به مرکز درمانی برخوشگری بکنه، برخوردی بکنه، گاهی اینها ممکنه که اون افرادی که با اینها در ارتباط قرار میگیرن در اون لحظه اونها هم از این برخورد بیمار خشمگین بشن، کنترل کافی روی خشمشون نداشته باشن چون احتمال فحاشی یا درگیر شدن بیمار ممکنه وجود داشته باشه. دقیقا به نظر میاد که خب این اتفاقی است که باید راجبش صحبت بکنیم آقای مدنی. این بحث که به هر حال فرد معتاد که یک بیماری هست که شرایط روحی مساعدی نداره، مثلا حالا مواد مخدری که لازم داشته بهش نرسیده یا هرچی شرایطی داره که ممکنه کارهای غیر معقولی ازش سر بزنه، خشن باشه، فردی که با او برخورد میکنه که باید به هر حال یک کنترلی رو خودش داشته باشه، آیا یک نظامی ما داریم که یک شرایطی رو در واقع مطمئن باشیم ازش که مثلا مأموری که میره برخورد بکنه با فرد معتاد آموزش لازم رو دیده و این کار رو به درستی انجام میده؟ من قبل از اینکه به سوال شما جواب بدم یکی دو نکته رو فکر کنم بد نیست اشاره بکنم. یکی اینکه دیدگاه اکثریت جامعه ایران، مردم ایران به معتاد به عنوان بیماره. این که میگم استناد کنم به پیمایش ملی اعتیاد در ایران انجام شده 7-8 سال پیش، 83% افراد 15 سال به بالا ازشون سوال شده که به نظر شما معتاد بیمار یا مجرم، 83% تاکید کردن که بیمار معتاد فرد بیماریه که باید درمان بشه.
تنها 14% معتقد بودن که معتاد مجرمه و قابل مجازاته. پس در واقع مشکل الان جامعه ایران، اگرچه همچنان اعتیادی انگ هست، اما رویکرد عمومی جامعه شاید به دلیل زیست طولانی که با معتادین داشتن در واقع انسان مدارانه تره، ولی توی فضای نیروی انتظامی و در واقع نیروهایی که کار کاهش عرضه دارن، اساسا این فضا فضایی همونطور گفتم نظام انتظامیه و مشکل اصلی هم اینه که اتفاقا اینها در صف جلوی مبارزه قرار گرفتن، در حالی که نیروهای نظامی انتظامی باید در انتهای صف مبارزه با اعتیاد قرار بگیرن، در انتهای صف برخورد با معتادان باید قرار بگیرن، باید مددکار بره معتادین رو از کف خیابون جمع آوری کنه یا اونها رو تحت نظر مراکز درمانی یا ترک قرار بده، ولی متاسفانه به دلیل این به اصطلاح اهمیت یا اولویتی که به مداخله نظامی انتظامی داده میشه و فضای حاکم بر نیروی نظامی انتظامی، بنابراین برخورد فقط برخورد فیزیکی هست و کنترل و جمع‌آوری معتادین، و به همین دلیل هم نیازی به آموزش دیده نمیشه. یعنی نیروی انتظامی قرار نبوده که مداخله کنه برای درمان، برای بازپروری یا برای در واقع کنترل معتادین، به همین دلیل هم به عنوان یه وظیفه عمومی مثل مواردی که مراجعه میکنه، مثلا یک حادثه سرقت اتفاق میفته یا یک قتل اتفاق میفته، به همون دلیل و همون نیروها هم فرستاده میشن برای اینکه به اصطلاح برخورد کنن با معتادان، و اتفاقا چون معمولا با یه حجم تعداد زیادی، معمولا به اصطلاح پاتوقای معتادین جاییه که تعداد زیادی معتاد جمع میشن، بنابراین نیروی زیادی هم میفرستن که اساسا رفتارشون قابل کنترل نیست، بله. و امکان آموزش به اونها هم نبوده یا اساسا چنین ضرورتی نیاز نمیشده. ممنونم از هر سه شما آقایون، آقای مدنی، همکارم امیر پیام و آقای دکتر بختیاری، متشکرم که در این بحث شرکت کردید و ممنونم از شما که با صفحه دو همراه ما بودید. برنامه بعدی ما روز پنجشنبه است. شب روزتون خوش.